29 روز بهمن ماه برابر با 18 فوریه، سال 942 خورشیدی برابر با 1564 میلادی، زادروز گالیلئو و گالیلئی، دانشمند و ستاره شناس بزرگ ایتالیایی که در شهر پیزا در ایتالیا به دنیا آمد و تا 19 سالگی تمام مطالعات خود را در ادبیات متمرکز کرده بود، اما از آن پس به ریاضیات علاقمند گردید و در 25 سالگی به تدریس ریاضیات در دانشگاه پرداخت. گالیله پس از چندی موفق به ساخت تلسکوپی گردید که به وسیله آن میتوانست کوه‌ها و دره‌های ماه را ببیند و ادعای ارسطو مبنی بر صاف و صیقلی بودن ماه را باطل کند. او همچنین 4 قمر مشتری را مشاهده کرد و لکه‌های خورشید را به چشم دید. گالیله و گالیلئی عقاید نجومی خود را در کتابی تحت عنوان پیک آسمان منتشر ساخت که تحسین دانشمندان را برانگیخت. وی در این کتاب برخلاف نظریه عمومی که بر اساس آن زمین مرکز عالم است و همه اجرام آسمانی به دور زمین میچرخند، عنوان کرد که زمین به همراه دیگر کرات به دور خورشید میگردند. انتشار کتاب گفتگو خشم کلیسا را برانگیخت. از این رو مقدمات محاکمه گالیله فراهم شد و طی دادگاهی وادارش نمودند که از عقاید خود برگردد. وی پس از این محکومیت به مطالعه در علم فیزیک مشغول شد و در 70 سالگی موفق گردید تا دینامیک را به وجود آورد. سال 1315 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، اتصال راه آهن شمال به جنوب ایران. زمانی که رضا شاه حکومت را به دست گرفت، به منظور توسعه امور بازرگانی مصمم شد تا طرح احداث راه آهن را عملی کند. به همین منظور قرار شد یک رشته راه آهن سراسری از دریای مازندران تا خلیج فارس، شهرهای بزرگ و مراکز پرجمعیت و نواحی کشاورزی ایران را به یکدیگر متصل سازد و برای تأمین هزینه آن قانون انحصار قند و شکر و چای از تصویب مجلس گذشت که به موجب آن مقرر شد از هر 3 کیلو قند و شکر که به ایران وارد می شد 2 ریال و از هر 3 کیلو چای 6 ریال جهت هزینه ساختمان راه آهن سراسری دریافت گردد. پس از 2 سال که مقدمات امر فراهم گردید، عملیات ساختمانی از شمال و جنوب شروع و 11 سال بعد خط شمال و جنوب به یکدیگر اتصال یافتند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، تأسیس حزب جمهوری اسلامی. یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های انقلابی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. پس از اعلام تأسیس، پرسشنامه و برگه درخواست عضویت به همراه طرح اساسنامه و مرامنامه حزب در سطح وسیع و از طرق گوناگون پخش شد و حزب شروع به عضوگیری کرد. هدف این حزب ایجاد یک پارچگی و همکاری هرچه بیشتر نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی، سامان بخشیدن به حکومت اسلامی و پایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی عنوان شد. در بین نخستین مؤسسان حزب جمهوری اسلامی سید محمد حسینی بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد جواد باهنر حضور داشتند.